تشکر دوم من نسبت به حوادث غیر مترقبه ای بود که پیش آمد. حالا این مشکل مخصوص ما نیست، این برف اگر تو اروپا هم زیاد بیاد اونا هم مشکل پیدا میکنن، تو آمریکا هم بیاد اونا هم مشکل پیدا میکنن. اینجوری نیست که بعضیا فکر کنن اگر یه خیابونی یک ساعت دو ساعت بسته شد، یه اتوبانی دو ساعت بسته شد، این به معنی ناکارآمدی نظامه. نمیخوام بگم همه کارهایی که ما انجام دادیم بی نقص بوده، اما در مجموع حوادث مخصوصا در زلزله کرمانشاه، در زلزله کرمان کار خوبی انجام گرفت. به نظر من اقدامات بسیار خوبی شد، هم در اسکان اضطراری، هم در اسکان موقت، هم شروع اسکان دائم که داره پیش میره در هر دو استان جای تقدیر و تشکر داره. ضمن اینکه خب اگر نقصی ما داریم، اشکالی ما داریم، باید نقص رو جبران بکنیم، باید سال آینده اینا همه درست شده باشه. حالا در کرمان زودتر انشالله تا پایان تیر باید همه چیز تمام شده باشه، در کرمان شالله یه خورده میکنه طولانی تر. قبل از اینکه سرمایی بیاد، زمستونی بیاد، باید در اونجا هم همه اسکانهای دائمی تمام بشه. هر کمکی باشه دولت کمک میکنه. به هر حال تو همه مراحل دولت همه توان خودش رو به کار گرفت. من اونجا در کرمانشاه گفتم اینقدر وسواس به خرج ندید که حالا اینجا 2000 تا چادر میخواد و مردم مثلا بیشتر میخواد، هرچه چیزی نیست. کانکس هم همینطوره، اینم نباید سخت گیری ما بکنیم. دولت در زمینه کانکس هر دستگاهی که اعلام آمادگی کرد، حالا سپاه بود، ارتش بود، هر کسی پولش داد، یه مقدارم شاید چپتر پولش داد، برای اینکه زودتر این کانکس ها به مقصد برسه.